سلام میگم هم خدمت همه شما عزیزان به یک جلسه دیگه از اتاق مکاشفه خیلی خوش اومدید امیدوارم که هر جا که هستید خوب باشید سلامت باشید فیض خدا همراه شما باشه اگر با ما همراه بوده باشید ما داریم نامه های اول و دوم پتروس رو با هم بررسی میکنیم و رسیدیم به فصل دوم نامه دوم پتروس بدون هیچ مقدمه عزیزان اگر موافق باشید بریم سراغ صحبتامون یه مقدار صحبتمون با اینکه مهم هستش ولی کوتاه خواهد بود به نسبت جلسات دیگه و میخوایم نگاه کنیم ببینیم که معلمین دروغینی که اینجا راجع بهشون پتروسر صحبت میکنه چه خصوصیاتی دارن و چه پیامدی برای ما داره باشه که خود و خداوند ما رو در این جلسه هدایت کنه و همه صحبتهایی که میشه برای بنای ما و جلال نام خودش استفاده بشه خب عزیزان امیدوارم که دوم پتروس جلوتون باز باشه فصل دوش و با هم نگاه کنیم خب ما در فصل اول پتروس دیدیم که پتروس داره میگه خدا هر چیزی که شما لازم دارید رو به شما داده برای چی به ما داده؟ یک برای نجات دو برای زندگی خدا پسندانه و قداست گفتیم فصل یک یعنی نامه اول پتروس در حتی با جفا بود در حتی با این بود که سختی ها هسته شما باید امید داشته باشید شما باید آسمان رو مد نظر داشته باشید وعده های خدا رو داشته باشید تحمل کنید و بدونید که دنیا نمیتونه جواب شما رو بده و صحبت مختلفی اونجا شد که باید ما جفاها رو در هر قسمتی که هست تحمل کنیم در نامه دومش گفتیم خیلی شباهت داره به نام یهودا در رابطه با یعنی م... تم اصلیش در رابطه با معلمین دروغین هستش که میگه حالا این معلمین دروغونی که دروغینی که بین ما هستن میان و سعی میکنن که اون حقیقت رو از ما بگیرن که خیلی مهلک هستش در فصل یک دیدیم که پتروس گفتش که خداوند میخواد ما رو شریک طبیعت الهی خودش بکنه که بحث فوق العاده فوق العاده عجیبیه که انسان واقعا میتونه در, در طبیعت الهی خدا شریک بشه مسیحیت میگه بله به با... کاری که عیسی مسیح انجام داده این اتفاقات میفته ولی خب ما بعد از نجات بعد از اینکه دریافت میکنیم هدیه خدا رو باید شاگردی بکنیم باید قداست رو و نیکوکاری و زندگی خدا پسندانه زندگی ما باشه این یک چیزیه که ایسای مسیح در موضع سرکوش میگه پولس رسول میگه پتروس میگه حالا بهش خواهیم رسید که چقدر معلمین دروغین این رو میان و حذف میکنن و بعدش در انتها دیدیم که در فصل گذشته پتروس میاد و میگه این کتاب مقدس اهمیت داره چون که درست انبیا گفتن ولی انبیا ویه الهی رو گفتن اون گفته ای هستش که به خودی خودشون نوشته نشده بلکه خداوند از طریق اونها صحبت کرده که از طریق مطالعه و تفسیر درست میتونه ما رو حالا در این شاگردی و در این قداست مجهز کنه و میگه حالا معلمین دروغینی میان که ضد این کتاب مقدس و ضد این آموزه ها و اصول ایمان مسیحی تعلیم میدن خب آیات یک تا نه رو با هم میخوایم اول بررسی کنیم خب عزیزم ببینید ما بارها بارها گفتیم که برای اینکه ما تعلیم درست رو بتونیم از کتاب مقدس دریافت کنیم باید یک سری اصول رو همیشه در تفسیر کتاب مقدس رعایت کنیم یکی از این اصول اینه که ما ببینیم زمینه اصلی چیه ببینیم که کانتکست ماجرا چیه یهو یک چیزی رو از کتاب مقدس در نیاریم که خود کتاب مقدس توضیحش راقب نیست که اون رو بگه یک برداشتی باشه یک فرض ما باشه بر همین ما باید عقب و جلوترش رو بدونیم و بعد باید در کل کتاب مقدس نگاه کنیم و ببینیم این صحبت و این آموزه چه پیامدی داره یک چیز جدیدی نباشه زمانی که ما میخوایم به این موضوع بپردازیم برای ما مهمه که در زمینه اصلی موضوع در ابتدا کتاب مقدس چه مخاطبینی داشته یعنی اینکه اول ببینیم که این کتاب مقدس اگر ایسای مسیح اگر پولس اگر پتروس این رو به کیا نوشته مد نظرش گروهی بودن و بعدش اون رو به عنوان کاربردی در زندگی خودمون بیاریم و ببینیم حالا برای ما چه پیامی دارن خب این معلمین دروغین که در قرن اول میلادی در زمانی که پتروس و رسولان بودن میبینیم که هستن این اشخاص اغلب ناستیک ها بودن که اون ناستیسیزم و اون چیزی رو که ما حالا از قبل از ایسای مسیح هم میبینیم که رواج داشته رو دنبال میکردن که ریشش در حالا میتونیم بگیم ش... ریشش یا شباهت زیادی به زرتشت داره و یک تفکر ای بوده که بین حالا شرارت و نیکویی ماده و روحانیت قائل می شده که این ناستیک ها بودن و تعالیم عجیب غریبی میدادن و حالا خیلی بخوایم وارد ها بشیم فرصت نداریم چون اعتقادات خیلی مختلفی هم داشتن اونهایی که مسیحی بودن و از این دید ناستیک ها اومدن خیلی تعالیم غلطی وارد کرده بودن کلمه ناستیک یا ناستیسیزم یا یه جی هم اولش داره که میاد گناستیک نوشته میشه که در یونانی این معنی دانش رو میده هر چیزی که به دانش دانستن مربوط میشه و این افراد چیزی که میگفته این بوده که ما یک برای اینکه نجات پیدا کنیم برای که بخوایم رها بشیم از این دنیای شریر و ماده چون دنیا رو شریر میدونستن ماده رو بد میدونستن میگن باید به یک دانش خیلی به خصوصی برسیم یک دانش مخفی هستش که به خواب واسطه اون دانش ما میتونیم نجات پیدا کنیم و به اون عالم روحانی برسیم و خب همین گفتم ماده رو شریر میدونستن میومدن برای مثال میگفتن که چون خدا و اون به قول معروف روحانیت اعلی رو در خدا قبول داشتن میگفتن خداوند نیکو هستش ماده شریر هستش پس خداوند این دنیای مادی و شریر رو خلق نکرده بلکه شیطان این رو خلق کرده و خدا رو می به عنوان خالق رد میکردن اون نیک و شر رو همچنان داشتن مثل اهورا مزدا و اون اهریمنی که در زرتوش بوده اه اساسا هر چیزی رو که بد بوده به شریر و هر چیزی که خوب بوده به خدا تا اینجاش اوکی ولی وقتی که وارد مسائلی مثل ایسای مسیح آفرینش می شدیم می بینیم که این باورها متاسفانه ضد کتاب مقدس و ضد مسیحیت می شده باور داشتن که ایسای مسیح یکی از عناصر الهی هستش که خدا آفریده باور داشتن که عیسی انسان نبوده چون اگر میخواستم بگن عیسی مخلوق خدا هستش که عنصر الهی هستش اگر جسم بهش میدادن اون ماهیت جسمانیش هم میپذیرفتن به خاطر تفکری که می می فکر میکردن که ماده شریره دوباره این عنصر الهی شریر میشده پس اون قسمت جسمانی مسیح رو انکار میکردن اینکه عیسی مسیح خدای کامل انسان کامل بوده رو قبول نداشتن میگفتن که او فقط یک عنصر انس... یک الهی بوده یک حالتی بوده که مثالی که میزدن این بوده که قدم میزده بدون اینکه اثر پاهاش گذاشته بشه یک موجودی بوده که الهی بوده انسان نبوده و اون بود انسانیش رو رد میکردن و میگفتن که نجات روی شونه های خود انسان هستش همطور گفتن باید به این دانش برسیم و توبه و بخشش گناهان و قداست و محبت و این کاری که مسیح کرده زیاد در تعالیم ناستیک ها وجود نداشته خیلی هاشون ریاضت میکشیدن در قبالشون خیلی ها بودن که می گفتن خب این دنیا که داره تموم میشه شریر جسمم که شریر رو بده هر کاری هم بکنیم که از این حالتش خارج نمیشه پس بریم بخوریم و بنوشیم چون که دنیا دو روزه و همه چی تموم میشه یا این صحبتی که ما در حالا اشعار ایرانی مثل خیام مثلا یا اون عرفایی که بودن میگفتن که این نیز بگذرد یک جورایی ریشه در همین صحبتها داره که دم و دریاب این لحظه رو سعی کن لذتش رو ببری که اینا همه از اون تفکرات میاد که تفکرات یونانی هستش تفکرات ناستیکی هستش که غلط و اشتباه هستش که هر کاری تو این دنیا دوست داری بکن دنیا درگذره و فردا خواهی مرد خیلی چیزهای دیگه هم وجود داره درباره ناستیکا من فقط خواستم بگم که پتروس داره برای کسانی می نویسه که اغلب این ناستیکا هستن و تفکرات و تعالیم غلطی که وارد مسیحیت کردن عیسی مسیح رو آوردن پایین ردش کردن اولویتش در خیلی جاها خدا آفرینش نجات بخشش و نوع زندگی این تعالیم تعالیم خیلی مهم و مهلکی هستش کل این قسمتی که ما داریم با هم نگاه میکنیم در فصل دوی پتروس در اون ساختار یونانی خودش یک پاراگراف طولانی هستش ولی خب موارد خیلی متفاوتی درش ذکر شده که ما میتونیم نه آیه اول رو به سه جنبه که داره اشاره میکنه به سه جنبه این معلمین دروغین بهش اشاره کنیم یک داره شخصیت این افراد رو برای ما برملا میکنه به نوعی مشخصه ها خصوصیات این افراد رو داره برملا میکنه تاثیر اونها رو داره میگه در آیه دو سه و بعد سرنوشت شوم اینها رو میگه پس یه خصوصیاتی به ما میده از این افراد و بعد میگه تاثیر اینها به چه شکله و بعد میگه چه سرنوشت و چه عاقبتی دارن خب عیسی مسیح خودش در متا 7 15 میگه که پیامبران دروغی نزد شما میان میگه آنان در لباس گوسفند میان اما در باطن گرگان هستن پس فرض بر اینه و باور بر اینه که معلمین دروغین هستند، اینجا هم به ششاره میشه هم در گذشته بودن در عهد عتیق میبینیم بودن هم در عهد جدید در قرن اول دوم سوم و تا امروز و نمیگه که بیرون هستن میگه اتفاقا درون کلیسا هستند. عین من و شما هستن میان و موعظه میکنن اقرار میکنن به مسیح و اقراری که دارن نسبت به تمام اصول شبیه چیزهایی که ما باور داریم اشای ربانی رو با ما شریک میشن ضد شیطان صحبت میکنن ولی در عمل مسیحان واقعی نیستن بلکه کسانی هن که دنبال منفعت جسمانی خودشون هستند. در آیه یک تا سه چند مشخص هستش که میخوایم سریع بهش بپردازیم میگه اینا بدعت میارن بدعت های مهلکی رو وارد میکنن که حالا ناستیکا در ذهنتون باشه ولی خب این بست داده میشه در هر عصری به اون تفکر ضد مسیحی بدعت اساسا چیزی هستش که ضد آموزه های اساسی کتاب مقدس باشه ضد تعالیم بنیادی مسیحیت باشه و اینجا پتروس داره میگه هر تعلیمی که ضد تعلیم عیسی مسیح هستش یک بدعته یک چیزی که وجود حقیقت و چیزی که کلام خدا بهش از آن داره درش یافت نمیشه ممکنه یک قسمتی از حقیقت رو بگه ولی در نهایت حقیقت رو پیچونده و بدعت تعلیمی هستش که ضد هر چیزی هستش که خدا میگه بنابراین مهلک کشنده است و برای مسیحیان و کلیسا بسیار خطرناکه کلیسای کاتولیک پر از بدعته خیلی کلیساهای پروتستان درشون بدعت میبینیم که هست در کلیسای پنتیکاستی میبینیم که وجود داره ضد تسلیسی ها که دیگه از صفر تا صدشون بدعته مرمون ها رو میبینیم شاهدین یهوه رو میبینیم و یک لیست بلند بالای هستش که حالا همین ناستیک ها جزش هستن و نستوریان ها هستن خیلی لیست بلند بالای هستش که نمیخوایم راجع به اینا صحبت کنیم فهم خواهیم بگیم که یک سری اصولی که رد میشه یا ممکنه خیلی بزرگ باشه مثل رد تسلیس یا ممکنه یک جایی در رابطه با یک سری آموزه های مسیحی باشه که اونجا هم بدعته میتونه در همین جمع اتفاق بیفته من میتونم یک بدعتی رو وارد کنم در یک هر کلیسایی میتونه بدعتا وارد بشه و میبینیم که خیلی در بین کلیسای ایرانی یک سری بدعتا وارد شده جا افتاده و الان اصلا مثل یک آموزه اصلی مسیحیت داره در هر هفته در کلیسا داره انجام میشه ولی هیچ به قول معروف هیچ پشتبانه کتاب مقدسی نداره و زمانی که ما صحبت هم میکنیم که عزیزان این بدعت این غلط این تعلیم اشتباهه بدون اینکه کسی از کلام خدا بتونه دفاع کنه نسبت به موضع خودش ناراحت میشن و فکر میکنن که اتفاقا ما دنبال تفرقه هستیم چیزی که شاید خب اینجا به پتروس هم گفته بشه که پتروس چرا انقدر راجع به این اشخاص صحبت میکنی؟ ممکنه یکی دو جا اینها مثلا اشتباه داشته باشن نه پتروس پولس عیسی مسیح بسیار بسیار محکم روی تعالیم غلط انحرافات ایستادن و خیلی با لحن بدی اتفاقا صحبت میکنن شما غلاطیان رو برید بخونید ببینید پولس چطور داره اونجا صحبت میکنه در رابطه با یک سری تعالیم اشتباهی که شاید خیلی از چیزهایی که امروز در کلیسا ایران میبینیم شاید کمتر هم بوده چیزی که بدعت رو خیلی بد میکنه اینه که صحبت خدا ببخشید صحبت شیطان و صحبت اشتباهی که ریشهش از شیطان هستش به خدا نسبت داده میشه چیزی که خدا نگفته به در دهان خدا گذاشته میشه این خیلی خطرناک هستش تاثیر این معلمین دروغین رو آیه دو میگه خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن خیلی از مسیحیان میگه تحت تاثیر قرار میگیرن پیرو اینها میشن و در فجور و اون خلاف اخلاقیات اونها شریک میشن چون این اشخاص اغلب کسانی هستند که زندگی مقدسی هم ندارن و در تفکر و نوع زندگی اخلاقیاتی ندارن کار اونها کفر هستش چون حقیقت رو زیر پا میذارن و تأثیری که دارن میذارن به قول معروف اشاعه یک اتفاقیه که در نهایت کفر به خدا و کلام خداست و در آخر سه تا نو هم سرنوشتشون رو میگه که حالا در ادامه باز هم راجع مجازاتشون صحبت میکنه نکته که جالبه بدونیم اینه که میگه به شکل پنهان عمل میکنن در همون آیه ببینید میگه آیه یک رو میگم خدمتون میگه دروغی خدمت خواهند بود که پنهانی پنهانی بدعتهای مهلک خواهند آورد پس کسی که میخواد ما رو گمراه کنه علنا نمیاد بگه که من دارم حقیقت رو تبدیل میکنم به دروغ و به شکل تدریجی و پنهانی عمل میکنه و یواش یواش ذهنها رو از اون حقیقت دور میکنه که متاسفانه ما در کلیسای ایران دوباره این رو شاهد هستیم خیلی ها که موجه بودن ولی کم کم متاسفانه دارن از اون حالت خودشون در میان و تعالیمی داره وارد میشه که این آغاز همین تعالیم غلط هستش آغازی هستش که در نهایت ما به جایی میرسیم که میبینیم که یواش یواش ما رفتیم و ته دره خودمون رو میبینیم اونا در لباس گوسفندان میان ولی در باطن گرگان درنده هستن پس پنهانی گرگیه که با همون شکل گرگش وارد نمیشه در لباس میش وارد میشه و این ما هستیم که باید مواظب باشیم کار دیگه ای که این افراد میکنن مسیح رو انکار میکنن خب ما همین الان گفتیم که اینها میان در کلیسا با ما اقرار میکنن مسیح رو چطور انکار میکنن کلمه که استفاده شده اینجا یک کلمه ای که رابطش بین یک ارباب و رعیت ارباب و غلامیه و این انکار انکار اقتدار مسیحه اقتدار و اون خداوندی مسیحه یعنی ممکنه این اشخاص ایسای مسیح را حتی بپذیرن ولی تحت حاکمیت ایسای مسیح زندگی نکنند. اقتدار مسیح را نپذیرن در آیه ده برای مثال اگر جلوتون باز باشه ببینید میگه به خصوص آنان همین معلم دروغین را میگه در پی تمایلات فاسد نفس خیشند و اقتدار خداوند را خار میشمارند اینا متکبرن و اهانت میکنن به بزرگان آسمانی پس وقتی اینجا صحبت از انکار میشه این افراد به صورت واضح نمیان مسیر رو رد کنن اونا اتفاقا اق... اون اقتدار و اختیار و اون حاکمیت مسیر رو رعایت نمیکنن و قبول ندارن و این طبیعت و صفات مسیح رو میان به نوعی رد میکنن با هم نگاه کردیم خیلی هم میان اصلا اون آموزه هایی که ما در رابطه با مسیح شناسی داریم رو رد میکنن الوهیت مسیح انسانیت مسیح که حالا مثل مرمون ها شاهدین یهوه و خیلی دیگه هستن که این شور هست حتی بازگشت مسیح یه نفر ممکنه باور داشته باشه عیسی مسیح پسر خداست باور داشته باشه یه قدرت شفا داره یک رهبر و معلم بسیار عالی بود اما برای اینکه اون شخص نجات پیدا کنه اینها لازم نیست باید به مسیحی که در جلجتا برای او جان داد ایمان داشته باشه باید ایمان داشته باشه که او خدا بود باید ایمان داشته باشه که او برای گناهان او مرد و زنده شد این هاست که باعث نجات میشه نه اعمال ما دیدیم که خیلی افراد میان در حضور عیسی مسیح میگن ما معجزات کردیم اما عیسی مسیح میگه من شما رو نمیشناسم که حالا به آیه اشاره خواهم کرد پس معلمین دروغین عیسی واقعی رو نمیشناسند. ظاهرا بهش ایمان دارن اما تحت خداوندی او زندگی نمیکنن پس در ادامه پولس به پتروس میگه همچنین معلمین دروغین تماعا حقیقت رو مذمت میکنن و با سخنان فریبنده میگه از شما از قوم خدا بهره کشی میکنن سوء استفاده میکنن و در نهایت میگه با هلاکت و تباهی سر و کار دارن پتروس میاد یک سری اتفاقات عهد عتیق رو مثال میزنه با یک جمله شرطی شروع میکنه میگه اگر خداوند به فرشتگانی که گناه کردن آیه چهار رو خدمتون ارز میکنم میگه اگر خدا بر فرشتگانی که گناه ورزی در رحم نکرد بلکه ایشان را به ته هاوی افکند چطور ممکنه که در مقابل اینها مجازاتی نباشه پتروس میاد از اتفاقاتی مثل فرشتگان استفاده میکنه اگر رب داره به ناستیکا ها وقت نمیکنیم مفصل صحبت کنیم میگه فرشتگانی بودن که خدا به اینا رحم نکرد اشتباه کردن سقوط کردن و بعد راجع به نوح صحبت میکنه میگه زمان طوفان نو بود در زمان طوفان نوح ایزان همه افکار همه نیت های انسان خداوند میگه بد و بد بود و زمانی که طوفان نوح میاد از اون عده هشت نفر بیشتر نجات پیدا نمیکنند و بعد صدوم و اموره رو میگه که میگه خاکستر تبدیل میکنه و میگه تعالیم غلط کشنده و مهلکن اگر خدا به فرشته رحم نکرد اگر خدا به انسانهای اولیه در پیدایش شیش رحم نکرد اگر به صدوم و اموره رحم نکرد چرا شما فکر میکنید که این معلمین دروغین و این تعالیم و اینکه ما بریم و دم رو دریابیم زندگی کنیم زندگی دو روزه امروز بخوریم و بنوشیم زیرا که فردا میمیریم چرا فکر میکنید که این نوع تفکرات و این نوع تعلیمات بدون مجازات خواهند بود و پتروس خیلی خیلی میخواد به ما نشون بده که مطمئن باشیم که یک خداوند شرارت این معلمین دروغین و کسانی که دنبالشون میرن رو مجازات میکنه و خبر خوشی که لابلا میده میگه خداوند اتفاقا بلده که فرزندان خودش و وفاداران خودش رو هم نجات بده یعنی زمانی که در داستان نوح اشاره میکنیم بله مجازات مهلکی میاد ولی خداوند نوح و خانوادهش رو نجات میده در زمان صدوم و اموره اتفاق میافته ولی لوط نجات پیدا میکنه با خانوادهش پس امروز ما این تعالیم غلط و این دنیا رو در به قول معروف در پیرامون خودمون داریم ولی ما باید ببینیم که آیا ما جز کسانی هستیم که توبه کردیم دوری میکنیم یا نه کسانی هستیم که فریب این معلمین دروغین رو خوردیم شبیه اونا هستیم به نظر میاد عیسی مسیح رو قبول داریم به نظر میاد نجات رو داریم ولی در اعمال و در رفتار مثل همین معلمین دروغین داریم زندگی میکنیم پس یک وعده ای که این لابلا پتروس میده میگه خداوند اون کسانی رو که بهش ایمان دارن و برگزدگانش هستن رو نجات میده و از اونها محافظت میکنه و در ادامه که حالا راجع صحبت کردیم مشخصات بیشتری میده من این لیستی از این رو در ببینید چقدر زبان پتروس چقدر نسبت به این معلم دروغین تلخه و چه مشخصاتی رو میگه پتروس میگه این افراد فاسدن در پی تمایلات فاسد نفس خیشن اونها رو به حیوانات وحشی تشبیه میکنه بیشعور خطاب میکنه بدون شناخت عیاش بیپروا ریاکار میگه چشمان آنها پر از زنا و گناه که سیری هم ندارن میگه حرفه حرفه‌ای هستن پیرو شیطان و ضد حقیقتن چشمه های بی آب که به نظر میاد که اینا وعده های میدن ولی چشمه های بی آب و بخارهایی رانده شده در تاریکی متکبرن باطلگو اقواگر بنده فساد و در آخر میگه سگ به قی خود باز میگردد و خوک شسته شده به غلطیدن در گل که یک تصویر خیلی کراحت باری هستش که میگه اینا کسانی یعنی هن که عاقبت خودشون در همون اتفاق خودشون میفتن و در اون به قول معروف اون چای که چاله که برای خودشون چای که برای خودشون کردن خواهد افتاد فکر نمیکنم دیگه صفت بدی باشه که پتروس به این معلمین نسبت داده باشه این افراد آشکارا ایزا اینطوری عمل نمی کنن و مثل بقیه میان بین ما ولی باید بدونیم که مواظب باشیم و اینها رو از زندگی که میکنن بشناسیم. عیسی مسیح گفت چطور میشه معلمین دروغ این رو شناخت؟ گفت میوه رو درخت و از میوهش میشناسن پس ما برای اینکه تشخیص بدیم اولین کار ما اینه که ببینیم این زندگیشون به چه شکله آیا این صفات در زندگی این افراد هست؟ چون کسی که واقعا معلم درستی باشه و زندگی مسیح درستی داشته باشه حقیقتا داره رشد میکنه در چه قسمتی؟ در قداست چون تمام این چیزهایی که ما میبینیم پتروس داره میگه ضد قداسته اونا دنیاوی شرورن، شرور هن و این خصوصیات درشون دیده میشه و سرانجام اون چیزی که در انتظارشون هستش از اولشون خیلی بدتر خواهد بود مجازات هولناکی دارن پس ببینید چقدر تعلیم غلط حیاتی و مهم و هولناکه خیلی ما مسیح در مسیحیت ایرانی خیلی جوون هستش خیلی تازه هستش باید جلوش گرفته بشه عزیزان تعلیم غلط خیلی مزره یعنی اون خمیرمایهی که ایسای مسیح راجبش صحبت میکرد که ممکنه بگیر انقدر ولی انقدر میتونه کل اون حالا اگر شما هر ای رو در نظر بگیره یک گوجه فرنگی خراب اون زیر میتونه کل جعبه یک گوجه فرنگی تازه رو خراب کنه و این خمیرمایه میتونه خیلی صدمه بزنه پس مهمه که ما همون موقع جلوش رو بگیریم خیلی از رهبرانی که امروز ما میبینیم که خودشون معلم و استاد خطاب میکنند دارن تعالیمی رو وارد میکنند که متاسفانه تعالیم غلطی هستند کسانی هنگ که اکثر اون چیزهایی که یاد گرفتن از چهار تا کتابی هستش که در غرب مطالعه کردن و با همونها اومدن و ایجاد بدعتهای ریزی دارن میکنند که خیلی مهمه که اینها در نهایت به جای میرسن که به بدت های بزرگتر تبدیل میشن که ما در همین دنیای قبل دیدیم کسانی که اولش خیلی شیک و ترتمیز اومدن صحبت کردن یواش یواش به منحرف شدن و یک یک رو با خودشون بردن و در نهایت خودش اومده و ایمانش را حتی انکار کرده و متاسفانه امروز صحبتی که ما میکنیم رو خیلی جدی نمیگیرن دوستان گذاران شدن دوستان کسانی هستن که تعلیم غلط میدن کسانی که دوستان معلمین دروغین میشن میگن ما فاصله داریم ولی ما با اینا دوستیم ما با اینا کاری نداریم درست اشتباه میگن ولی ما با اینا دوستیم اینا متاسفانه سواد کتاب مقدسی ندارن و مسیر رو به درستی نشناختن چون کتاب مقدس در برابر معلمین دروغین میگه این شریره این صدمه میزنه و پتروس داره از معلمین دروغین زمان خودش اینطور یاد میکنه این کلام خداست ولی ما چقدر سطحی و آبکی برخورد میکنیم با مسیحیت و کسانی هم که جدی بگیرن و کلام خدا رو بخوان همینطوری فقط جلوی روی مردم بذارن اتفاقا اونها منفور میشن چه بسا که همه انبیایی که روی حقیقت ایستادن منفور بودن و هیچ نبی حتی در خانه خودش حرمت نداشت چطور ممکنه ما با کسانی که چنین خصوصیاتی دارن و تعالیم ضد مسیح میدن تعالیم ضد کلام خدا میدن چطور ممکنه ما با این افراد دوستی و رفاقت داشته باشیم چطور ممکنه ما با این افراد سر یک سفره بشینیم من نمیگم توهین کنیم من نمیگم لعنت کنیم من نمیگم دعوا کنیم اصلا برایشون دعا کنیم محبت کنیم ولی هیچ وقت این دوستی و رفاقت رو من درک نمیکنم. پتروس در قسمت میگه معلمین دروغین میان عزیزان با هم جمعبندی کنیم میگه معلمین دروغین میان بین ما هستند چشمانتون رو باز کنید هوشیار باشید از عهد عتیق مثال میزنه تا ما عبرت بگیریم خدا شخص عادل و پارسا رو نجات میده مثل نوح مثل لوط مثل خیلی های دیگه و شخص شریر رو مجازات میکنه امروز فرصت برای ما هستش اگر باورمون شبیه باورهای این معلمین دروغینه اگر زندگیمون در گناهه اگر خیلی خصوصیات بد در زندگی ما هستش اگر به قداست اهمیت نمیدیم اگر در ما میوه های نیکوکاری دیده نمیشه فرصت هست تا توبه کنیم این خیلی زمان و خبر خوشی هستش که ما فرصت داریم تا توبه کنیم عبرت بگیریم از گذشتگان از عهد عتیق ببینید این داستان های عهد عتیق همین جوری گفته نشده یک تاریخی باشه یک افسانه‌ای باشه یا یک چیزی اونجا نوشته شده اتفاقا اینها نبوت هستند که برای ما داده شده تا عبرت بگیریم از اونها تا جدی بگیریم این فصل ماهیت معلمی رو نشون میده تا مسیحیان واقعی پند بگیرن شیطان با آدم و حوا چی گفت؟ گفت شما مطمئنا نخواهید مرد همین دروغ رو خیلی دارن باور میکنن که میگن اون تعالیم غلط حالا چقدر شما بزرگش کردین انقدر بد نیست این همه چیزهای خوب داره طرف حالا دو جا هم حالا مسیر رو خوب نشناخته کتاب مقدس خط قرمزش تعلیمش هستش ما اگر تعلیم رو اصول رو آموزه ها رو از مسیحیت حذف کنیم چیزی نمیمونه تبدیل میشه به یک کلاب تبدیل میشیم به یک دوره همی تبدیل میشیم به یک اجتماع توخالی که هر کی هر چی دوست داره میگه و در دنیای قرن 21 چقدر این باب شده که هر چی هر چی دوست داره بگه شما هم احترام بذارید خدایی نکرده چیزی نگید که به اون شخص بر بخوره کلیسه ها پر شده از موعظاتی که هر کی هر چی دوست داره خب من برم طبق اون موعظه تهیه کنم و بیام بهشون بگم چیزی از روی منبر نگم که به کسی بر بخوره کتاب مقدس از اول تا آخر تایید شده که به من و شما بر بخوره اصلا برای من و شما نیستش مارتین لوید جونز یه صحبت خیلی زیبایی میکنه میگه اگر معزه من به درستی انجام بشه و وضع من به درستی معزه بشه حتما در قلب مسیح واقعی مذمت باید ایجاد بشه این که ما میایم در این جلسات تعلیمی معزه رو میشنویم ما اتفاقا باید تر تربیت بشیم برای توبیخ ماست برای تعلیم ماست درست جاهای تشویق کنندم باید باشه ولی نه اینکه همش ما راجع به اینکه بروید و خوش باشید صحبت کنیم سعادتمندی کامیابی شفا معجزه اینها یک بخشی از مسیحیت شده برای خیلیا که اصلا فراموش کردن که کتاب مقدس آینه ای هستش که من رو با گناهان خودم با جسم خودم با شهوات خودم با دنیایی که ضد خداوند و شیطانی هستش مواجه میکنه تا من رو روی زانوهام نگه داره تا من رو فروتن کنه تا به منی که ضعیف هستم کمک کنه تا این انسانیت جدیدم رو بپوشم کل مسیحیت داره راجع به این صحبت میکنه که انسانیت کهنت در آن انسانیت نو بپوش کل مسیحیت داره صحبت میکنه که شما باید شبیه مسیح بشید نه شبیه دنیا بشید کل مسیحیت داره میگه ایمان و عمل کل مسیحیتی که ما در که عیسی مسیح صحبت کرد که الان راجبش الان وقتش که صحبت کنیم همون متا فصل هفت هستش که میگه خیلی ها میان نزده من میگن خداوند خداوند ما به نام تو معجزه کردیم شفا دادیم روح اخراج کردیم اگر من و شما امروز بشنویم چون میدونم علاقه خیلی از شما عزیزان ممکنه باشه که میگید در خیلی از کلیسه ها راجب شفا صحبت میکنن آزادی دست میذارن میافتن میگن روح اخراج شد طرف به یک زبانی صحبت همه این وقتی اینا رو میشنوید چون ما ایرانی هم خیلی با این احساسات و خرافات میونه خوبی داریم وقتی میشنم یک کسی این چنین کارهایی رو میکنه میگیم ای کاش منم مثل اون بودم حتما ایمان این شخص خیلی قویه عیزان متا هفت عیسی مسیح میگه خیلی لزوما چنین نیست میگه میتونه این افراد کسانی باشن ولی در نهایت عیسی مسیح میگه دور شوید چرا میگه دور شوید میگه چون شما مثل کسانی زندگی کردید که شریعت من رو نگاه نداشتید میگه ای بدکاران ای شریران کلمه اصلی یونانی که استفاده شده میگه کسانی که غیر قانونی زندگی کردن بدون قانون زندگی کردن یهودای اسخریوتی ایزان جز دوازده شاگرد مسیح بود که شفا میداد موعظه میکرد روح اخراج میکرد ولی نجات رو نداشت پس اینکه ما امروز دوچار این تفکرات و این اعمال بشیم من نمیخوام بگم که دعا برای شفا و معجزه و اینها بده نه صد در ما در جلسات جامعه دعا میکنیم برای همه این چیزها ولی اساس مسیحیت قداست نه اینها اتفاقا معلمین دروغین از این ابزار استفاده می کنن تا سر ما رو گرم کنند تا نرسیم به اصل مطلب که شباهت به عیسی مسیحه و چقدر ما عقبیم یعنی اگر ما از روز اول با سرعت رفته باشیم جلو هنوز خیلی کار داریم تا به این قداست برسیم ولی اینقدر درگیر تعلیمات به قول معروف اشتباه عجق و شدیم که عقب افتادیم از این شباهت من و شما امروز باید توبه کنیم انجیل آبکی اون انجیلی که خیلی سطحی صحبت میکنه رو کنار بذاریم معلمین دروغین رو رسوا کنیم کلام خدا میگه در قداست روش کنیم شبیه مسیح بشیم و شجاعانه اعلام کنیم این خبر خوش رو چیزی که امروز در آخر میخوام خدمتتون ارز کنم اینه که چقدر من رو شما داریم میشنویم در جامعه مسیحی که باید اینطور زندگی کنیم چقدر زندگی خداپسندانه داره به ما تعلیم داده میشه من هر جایی که مقدس رو که موعظه میکنم بدون اینکه هدفی داشته باشم در نهایت به قداست میرسیم جدا از اینکه 7 سال خودم خیلی تمرکزم روی همین قداست هستش هم برای شخص خودم هم برای کسانی که باشون با صحبت میکنم و هر جایی که مقدس میریم همینه رومیان رو باز میکنیم گل سرسبدش دوازده هم شکل این جهان مشوید بلکه مقدس زندگی کنیم پتروس رو باز میکنیم فصل یک رو میبینیم اصلا همش راجع به قداسته اینجا رو صحبت میکنیم قداسته عیسی مسیح رو باز میکنیم اناجیل رو نگاه میکنیم عیسی مسیح که شفا میده برو دیگر گناه نکن موزه سرکو اصلا همه ی کتاب مقدس بعد از نجات راجع به قداست صحبت میکنه چقدر ما به این قضیه اهمیت میدیم چقدر امروز منو شما در درستکاری نیکوکاری قداست خیشتنداری داریم جلو میریم بیایم عزیزم به بچه هامون به جای خرافات احساسات و یه مش تعالیم غلط و بر اساس فرایز و تجربیات انسانی امروز تعلیم درست رو بدیم امروز بگیم که عیسی مسیح برای ما چه کرده و ما امروز تولد تازه داریم نه اینکه از این فیض استفاده کنیم برای گناهان چون معلمین دروغین پشت فیض قائم میشن و هر کاری دوست دارم کنم اتفاقا از این فیز استفاده کنیم برای قداست تا نیکوکار باشن بچه های ما تا نیکوکاری رو بتونیم به دیگران نشون بدیم درستکاری رو نشون بدیم هم در این دنیا برکات رو داشته باشیم هم در اون دنیا چون اگر اینطور نباشه پتروس میگه معلمین دروغین و کسانی که دنبال اونها میرن و کسانی که بد اومدن و کاشتن بد هم درو میکنن هم در این دنیا بدی درو میکنن مجازات رو درو میکنن هم در روز آخر مجازات خدا رو درو میکنن من و شما امروز چی داریم میکاریم و چه توقعی داریم که در این دنیا چه چیزی رو میخوایم برداشت کنیم و در آخر چه چیزی رو میخوایم برداشت کنیم امیدوارم که ما بیدار و هوشیار باشیم و هیچ وقت نذاریم که معلمین دروغین بیان و این صحبت ها و این قداست و این برکات رو از ما بدزدن. مرسی از شما مرسی که به صحبت های بنده گوش کردید امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. الان فرصت هستش که از شما بشنویم اگر سوالی هستش، صحبتی هستش در خدمتتون هستم.